طبق روایات مشهور و اون چیزی که امروز دسترس شده است، ساختمان این بنا اصلا به عصرهای 15 تعلق دارد. در عصر 15 یعنی که بعد از اون که میر سید علی همدانی سال 1386 در مضافات کنرهای افغانستان وفات میکنند و طبق وصیت به اینجا میارند، خب اولین چیزی که میسازند همون قسمت بالا پوش یا که مقبره یک گنبزه بالای قبر علی همدانی است و آهسته آهسته در اطراف قبر علی همدانی با مرور زمان با گذشت وقت، چون پسرشون از دنیا گذشته می شود، زوجهشون و دیگر پیوندان که از دنیا گذشته می شوند، شاگردان و اخلاصمندان برای هر یکی حجره ها می سازند. من در مجموع آرامگاه از 8 حجره عبارت است، 6 در دارد، 6 در دو طبقه و 7 و نیم گنبز. نیم گنبزی که ما ذکر کردیم این اصلا برای یک درآمدگاه از قسمت داخل، برآمدگاه به قسمت گنبز ها موجود است. در 5 حجره از این حجره های داخل مقبره 12 قبر است: قبر میر سید علی همدانی، قبر پسر میر سید علی همدانی سید محمد، قبر زوجهشون آفتاب تابان، دخترشون ماه خراسان. مقبره میر سید علی همدانی پیوسته زیر سرپرستی و زیر نگاهبینی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت فرهنگ قرار دارد، چون سرور معظم ملت هر دفعه که به کلا بیایند حتما سفر کاریشون را از زیارت آرامگاه میر سید علی همدانی آغاز میکنند و توجه پیوسته سرور دولت حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت آرامگاه میر سید علی همدانی تا حدی است که حتی چند سال مقدم در آستانه تجلیل 2700 سالگی کلوب قسمت های بالای یعنی گنبز های بالای مقبره میر سید علی همدانی تیلوکاری شدند. در مجمعی که آرامگاه میر سید علی همدانی قرار دارد همچنین آثارخانه متفکر موجود است. سنگ سپاسنامه به خاطر شیخ محمد عبدالله، یک نفر از خاندان برلاسی ها موجود است. سنگی که الان ما در نزدش قرار داریم، این سنگ تا سالهای نزدیک به علی همدانی نسبت داده می شود، ولی سالهای 1993-1994 از نوع پژوهش نوبتی من آشکار گردید که این سنگ اصلا به خاندان برلاسی ها یعنی انقترش به شیخ محمد عبدالله منصوبیت دارد. اون کتیبه و نویشجات حکاکی که در اینجا اومده است، وقتی که ما مطالعه کردیم نخکو بلوی کاغذ برآورده خوندیم، معلوم گردید که شیخ محمد بن عبدالله با خاندان برلاسی ها زمان سالهای تخمینا سالهای 1447 در کلوب زندگی کرده است، عمر بسر برده است و طبق خلاصه و اشاره های عبدالعلی شریف، یکی از بستانشناسان تاجیک، یکی از مورخان تاجیک، که شیخ محمد عبدالله زمان دهاتو در کلاب حکومت هم داشته است. یک روایتی هم هست که گویا سالهای 60 عصر 20 همین سنگ با مقصدی که بالای داخلش سنگ چی داشته باشه گفته برای همون برده، حتی ببینین یک قسمتونه زده شکسته بودن یک گروه جاهل و همینجا یک پوره روبایی نوشته شده است. در اینجا مصرع آخرش سالی مونده است: بهشت عدن جای او. در عالم تصوف علی همدانی جایگاه خاصه خود را دارد. با گذشت بیش از 700 سال ببینیم که تا امروز مقبره و آرامگاه این مرد فاضل پا برجاست. این مکان یکی از مکانهای دیدنی قرار دارد، زیر توجه پیوسته حکومت دولت تاجیکستان قرار دارد. این از پیش از همه از آن است که علی همدانی به عرفان، به علم، به فرهنگ رو آورده بود. بزرگی و شهامت و مقام و منزلت میر سید علی همدانی اصلا از آثار او بیشتر هویدا میگردد. چنانی که از سرچشمه ها معلومه مون گردید، میر سید علی همدانی بیش از 100 اثر نوشته است و ما در آستانه تجلیل 28 سالگرد استقلالت دولتی یک گوشه کردیم با نام حکمت میر سید علی همدانی و این حکمت اصلا در قسمت بالا جناب عالی نسبت علی همدانی بسیار سخنهای پر ارزش گفتند
و در این قسمت ها باشد کارمندان مؤسسه ما کوشش کردیم که اون آثار و رسائلی که امروز دسترس هستند، مثلا در گنج عرفان در دو جلد اثرهای علی همدانی را ما با خط فارسی، خط در اثرهایی که با خط فارسی بودند، خط 56 اثرشون در اکادمی علم ها چون معلوم گردید یافتیم، همون را ما در آستانه تجلیل 700 سالگی میرسید علی همدانی در دو جلد بیش از 39 اثر علی همدانی را ما پیشکشی خوانندگان کردیم. و نگفته نماند که از سالهای 1990 اومن همدانی شناسی تاجیک یک قوت پیدا کرد. اما تجلیل 680 سالگی علامه و تجلیل 700 سالگی یک تکان جدی در علامه شناسی و همدانی شناسی موثر گردید. کتابی آخری که یک جا با قبلگاه رجب اسدزاده پیشنهاد خواننده ها کردیم، مسافر راه حقیقت، اصلا یک خلاصه علمی در ادبیات شناسی آخر، یعنی که سالهای آخر است، اون سه که دراجه به شخصیت آثار من عقیده و اون نگاه علی همدانی به جامعه بیان شده است. در برابر اونی که ما یکی از تالارهای آثارخانه نزد آرامگاه میرسید علی همدانی رو با آموزش و پژوهش شخصیت و من مقبره ها بخشیدیم، مقبره های این مردان فاضل، در برابر این ما یک نو میتوان گفت که راهنمای آماده ساختیم، یک راهنمای، یک راهبلدی برای سیاحان، چون سال 2019-2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است. وقتی که سیاحانی که به نزد به آرامگاه میآیند، هر کدامی که وارد آثارخانه میشد علاقه از همین تالار یک تاثیرات اولیه پیدا میکند، یعنی در منطقه، در ولایت ختلان، بخصوص در منطقه کلاب ولایت ختلان کدام یادگاری ها هستند. و به طور مختصر اخچم نهایت خورد معلومات نامه درباره این و یا آن یادگاری پیشکش کرده است. تالار نوبتی آثارخانه ما تالار گنجینه حضرت امیرجان است. گنجینه حضرت امیرجان اصلا در این تالار پیش از همه تماشابین با شخصیت زندگی نامه علی همدانی گوشه اولیه، یعنی با سه زبان، با درباره شخصیت زندگی نامه علی همدانی شناسایی پیدا میکنند. و عکس تخمینی علی همدانی جا آورده شده، زیر آن چهار مصرعی که به قلم علی همدانی منسوبیت دارد پیشکش شده است. پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایت علی که از همدانم. نیز آن همدانم که ندانند علی را، من زان همدانم که علی را همدانم. این چهار مصرع به قلم خود علامه منسوب است. و سپس تماشابینان با آثار علی همدانی، یعنی که با نوشته های کلکی سیرآفرین این مرد بزرگ، این یک شاه ستون ادبیات تاجیک و فارس آشنایی پیدا میکنند، یعنی کدام رساله ها را نوشتند. و قسمت های پایان گرد به گرد همین تالار ما کوشش کردیم که در برابر مجموعه رسائل اون رساله هایی که با خط کیرلی در طول سال ها، یعنی که همون دوره آموزش از سال 1975 اولین نفری که درباره علی همدانی چیزی نوشته بودند، ماهر خوجا سلطانزاده استاد مرحوم، از همون شروع کردن نوبت به نوبت، یعنی تا سال 2015 در تمام سه تالاری که به علی همدانی بخشیده شده است، به مقبره، ساختمان مقبره علی همدانی و به شهرت جهانی علی همدانی بخشیده شده است، این رساله های علی همدانی یک نوع تقویت بخشنده همون گوشه اساسی می شوند. و در اینجا همچنین در همین تالار خریطه سفرهای علی همدانی که بیش از 30 سال عمر پربرکاتش را در سفر گذرانده.
تالوری نوبتی آثارخانه تالوری از تاریخ ساختمان مقبره میرسید علی همدانی است و در راستای دو جشن یعنی هم 680 سالگی و هم 700 سالگی و هم حتی در تجلیل 2700 سالگی کلوب در اطراف آرامگاه میرسید علی همدانی بسیار پژوهش‌های خوب علمی گذرانده شد، هم جهت معلوم کردن روشن کردن پهلوهای گوناگون شخصیت و آثار علی همدانی و هم پیرامون مقبره ساختمان مقبره این مرد فاضل. و خوشبختانه در این دوره با ما میسر گردید که از طرف از دست شهروندان ما عکس های تاریخی ساختمان مقبره، یعنی مقبره در سالهای 40 50 مقبره در سالهای 60 70 80 90 دسترس شوند و ما کارمندان ما کوشش کردیم که در مقابله هر عکسی که در بالا مثلا سالهای 50 60 گذاشته شده است همون قسمت در امروز یعنی با برکتی استقلالت دولتی امروز آرامگاه میرسید علی همدانی در مقایسه با اون سالها چقدر آباد و زیبا شده است. مقام و منزلت و مرتبه میرسید علی همدانی در عالم عموماً در بجز از تاجیکستان در کشمیر، در کشمیر هندوستان، در کشمیر پاکستان، در حدود ایران بقاید امروزها بزرگ است. مثلا از زمانهای قدیم، از زمانی که علی همدانی در کشمیر زندگی میکرد اونجا یک مسجد بود با نام شای همدان و همین مسجدی که مسجد شای همدان یا خانقای معلا امروز هم در کشمیر بعد مسجد بایزید بسامی سر آدم ترین مسجد کشمیر به حساب میرود. همچنین در این تالار ما اسنای کار کرده همون کاری تیلوکاری قسمت بالای گنبدهای آرامگاه، همچنین مکت مقبره میرسید علی همدانی و چند عکس خاطرمان از تجلیل 680 سالگرد زادروز علی همدانی جا پیشکش تماشابینان کرده شده است. تالار نوبتی آثارخانه تالار شهرت جهانی علی همدانی نام دارد. یکی از بزرگان فرموده است که هر فیض که در سابقه هر دو جهان است در پیروی حضرت شاه همدان است. شاه همدان آن که شهنشاه جهان است، ای خاک بران دیده که در ریب و گمان است. خب اینجا هنوز در زمان زنده بودنشون علی همدانی خودشون پیشگویی کرده بودن که امروز کسی مرا نشناخت، ولی بعد از فوت من طالبان پیدا شدن که از آثار و رسائل من فواید گیرن و قدر مرا شناسن. و اینجا ما گفته ها در شأن و منزلت در مقام و مرتبه علی همدانی از جانب بزرگان علم و ادب و عرفان و حکمت بقایت بزرگ است و اینجا ما یک پارچه از همون گفته هایی که بزرگان رو در باره علی همدانی آوردیم. خب در این قسمت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره تجلیل 700 سالگرد زادروز علامه و اون تعداد اثرهایی که در این قسمت روی چاپ اومده بودن در همین دوره در این قسمت پیشکش تماشابینان گردشته است. همچنین یک نکته را میخواهم قید کنم که ماست جشنگیری در 700 سالگرد زادروز علامه در تاجیکستان باعث کردید که در شهر همدان ایران نیز 700 سالگی یعنی در زادگاه علی همدانی هم 700 سالگی میرسید علی همدانی سال 2015 صورت گرفت و چند نمونه از همون برگزاری جشن همدان هم پیشکش تماشابینان شده است.
موسیقی